با اعلام ساعت 11 دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نمایندگان در جلسه علنی امروز با کاهش مهلت استعفای داوطلبان نمایندگی در انتخابات میان دوره مجلس مخالفت کردند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خانم اکبرزاده سلام، درباره مسببه‌های جلسه علنی امروز مجلس بفرمایید. من هم خدمت شما و همه بینندگان از عرض سلام دارم. همونطور که گفتید نمایندگان با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 32 قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. این طرح این رو میگفتش که مهلت استعفای کسانی که مناصب دولتی دارن برای داوطلبی نمایندگی مجلس که الان در قانون 6 ماه هست، یعنی 6 ماه قبل از زمان ثبت نام افراد باید استعفا داده بدن، و با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات شوراها برگزار میشه، عملا این مهلت از دست رفته است. به همین دلیل اینطور در این طرح آورده شده که 2 ماه و اندی قبل، یعنی حدود در مرحله پیش ثبت نام که 7 تا 13 آذر هست، اینها این افرادی که مناصب دولتی دارن تا 13 آذر ماه بتونن فرصت داشته باشن که از مناصب خودشون استعفا بدن. اما با توجه به اینکه این انتخابات میان دوره‌ای در 4 حوزه انتخابی تنها برگزار میشه، شامل تعداد کمی از افراد میشه، و بسیاری از مخالفان این طرح میگفتن که نباید به دلیل اینکه حالا یک دوره این انتخابات به این شکل قرار هستش که برگزار بشه، یک دوره همچین نیازی وجود داره یک قانون رو تغییر داد. به همین دلیل با کلیات این طرح مخالفت کردن و عملا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. بعد از اون وارد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، از قانون وظایف و اختیارات و انتخابات شورای اسلامی کشور شدن و در اونجا مصوبه کردن که شهرهای تا 200,000 نفر یک نماینده در شورای استان داشته باشن. شورای استان متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان و شهرهای تابعه هر استان هست. همچنین نمایندگان امروز با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس هم مخالفت کردن. این طرح به صورت عادی در دستور کار قرار میگیره، به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در دولت پیشنهاد کرده بود که فقط تابعیت خود فرد شرط قطعی باشه، نه فرزند و یا همسرش، و چون این شامل بسیاری از افراد میشه، عملا نمیشه از بسیاری از متخصصین و مدیران استفاده کرد، به دلیل اینکه خب به دلیل ماموریت‌هایی که داشتن ممکنه همسر و یا فرزندانشون تابعیت کشورهای دیگر داشته باشن. البته نمایندگان همه با فوریت این طرح موافقت نکردن. این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. خیلی متشکرم از شما خانم اکبرزاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در صحنه علنی مجلس. وزیر امور خارجه تأکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان بر اساس منشور ملل متحد در زمان و شرایط مقتضی حتمی است. موضع ما از همون فردای حمله رژیم صهیونیستی یا تهاجم رژیم صهیونیستی، موضع ما خیلی روشن بوده، اینکه ما حق این یک تهاجم جدید به جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از خودش رو در مقابل به حق پاسخگویی در مقابل این تهاجم رو داره، بر اساس حقوق بین الملل هم داره، بر اساس منشور ملل متحد داره. این حق برای ما محفوظه، زمانش رو و چگونگیش رو در خود ما تصمیم میگیریم، خود ما تعیین میکنیم، در زمان مقتضی در شرایط مقتضی این کار رو انجام خواهیم داد. این حرفی بوده که از همون فردای اون روز زدیم، هنوز هم داریم میزنیم، هیچ تفاوتی هم نکرده. آغاز دومین دوره مسابقه های مهارتی سربازان، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح میگوید در 6 سال گذشته حدود 1,000,000 سرباز در دوره های مهارت آموزی شرکت کرده. چرا شی شرکت کردید؟ ما برق خود رو تحقیق ساختمان در رشته امور جسمانی. از بین 20,000 سرباز ماهر سراسر کشور به مرحله نهایی مسابقات کشوری مهارت آموزی سربازان رسیدند. رشته سرویس کار خود رو، آشپزی سنتی. هدفم بیشترین بودش که هم خودم رو بسنجم، ببینم که مثلا در چه حد بلدم، و دومی که هم وام میدن هم جواز نقدی داشت و هم مرخصی تشویقی داشت. به گفته فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان، هدف نهایی این قرارگاه کمک به اشتغال جوانان بعد از پایان سربازی است. بعدن که خواستم کسب و کار را بندازم، جوازی کسب بگیرم،
از مزایش استفاده کنم. یه وامی هم ظاهرا قراره بدن. آره گفتن شما جزء اولویت ها هستید و 150 میلیون میتونید باز خدمتتون وام بگیرید. مثلا میشه افتتاحیه کارگاه بود و خیلی ها میشه با همین کارگاه کارآموزی ها. یعنی کارتو میتونید شروع کنید دیگه. بله. طول حدود 6 سال گذشته حدود 1 میلیون نفر تا به امروز این آماری که اشاره میکنم آماری است مربوط به آبان ماه سال 1403 تحت پوشش دوره‌های مهارتی قرار گرفتند. به همین میزان هم تحت پوشش دوره‌های مهارت عمومی قرار گرفتند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما. وقوع حادثه امنیتی در مرکز قدس اشغالی. بامداد امروز یک اتوبوس چند شهرک نشین سکونیست را در کنار جاده‌ای در مرکز قدس اشغالی زیر گرفت. منابع عبری زبان این عملیات را یک حادثه ضد سکونیستی اعلام کردند. گفته شده در این حمله چند نفر به شدت زخمی شدند. هنوز از جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است، اما تصاویر مخابره شده حاکی از آن است که پلیس این رژیم منطقه را محاصره کرده و در حال بررسی ابعاد این حادثه است. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بار دیگر با تأکید بر ادامه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری گفت در غزه هم شهرک‌سازی خواهد شد. اسموتریچ افزود تل‌آویو هیچ توافقی برای تبادل اسیران که به توقف جنگ در غزه موجب شود نخواهد پذیرفت. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی چند روز پیش هم پیوستن کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را خواستار شده و گفته بود این اتفاق در سال آینده میلادی رقم خواهد خورد. این اظهارات اسموتریچ با واکنش منفی بسیاری از کشورها روبرو شد. وزیر امور خارجه سابق اوکراین درباره احتمال درگیری و جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به وعده‌های دونالد ترامپ برای پایان سریع جنگ اوکراین هشدار داد که اگر واشنگتن کیف را به امضای توافقنامه بد مجبور کند، ممکن است اوکراین گرفتار جنگ داخلی شود. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد مجموع کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین از آغاز جنگ با روسیه از 182 میلیارد دلار فراتر رفته. ترامپ کمک به اوکراین را هدر دادن منابع آمریکا خوانده و وعده داد که جنگ را به سرعت پایان خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی نیز روز گذشته از گفتگوی تلفنی با ترامپ خبر داد و ابراز اطمینان کرد که با روی کار آمدن او جنگ با روسیه سریع‌تر پایان خواهد یافت. شبه نظامیان منتسب به داعش 13 نفر را در شرق کنگو کشتند و چند تن دیگر را ربودند. مقام‌های محلی کنگو همچنین از غارت خانه‌ها در روستای مابیسیو به دست این نیروها خبر داد. شرق کنگو در سال‌های گذشته شاهد درگیری نیروهای دولتی با بیش از 120 گروه مسلح بوده است. شبه نظامیان دریافت سهمی از معدن‌های طلا و دیگر منابع زیرزمینی در این منطقه را خواست دارند. دومین المپیاد بین المللی نانو در مالزی. این دور از رقابت‌های نانو فناوری با ارائه طرح‌های علمی تجاری میان شرکت کنندگان 5 کشور آسیایی در مالزی و به مدت 2 روز برگزار می‌شود. نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت 2 روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری در توسعه و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند. 3 تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره. ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته. این مجموعه که شامل فوتوآنود و دست گاه میشه کار تولید هیدروژن رو برامون انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه، یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوایی که کشور خیلی درگیر هستیم دیگه انشالله کمتر خواهد شد.
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش چیزی حدود $2 میلیون سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه. سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته. انشالله تا چند سال آینده پایلوت پلنت به استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزون بزنیم. 10 داور از 5 کشور شرکت کننده در 2 بخش علمی و تجاری طرح‌های ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی را از ساعت 12 تقدیم حضورتون خواهد شد.